موارد هست ولی اصلا نمیتونم بگم. الان دارم به مرگ با بزرگم دارم فکر میکنم، این چقدر از جمعیقتر. و در نهایت هم دختر خانم هم فوت کردم و این خیلی برای من سخت بود. من یه بچه شیرخوار دارم 19 ماه هست تو مهد کودک. اصلا نمیتونم، خودم ناراحت میشم، نمیتونم، همه چیز هست ولی نمیتونم الان بگم. ببخشید. من یه خاطره بدی که دارم از روزیه که خودم مریض شدم. من یه چند روزی بود که ضعف و بی‌حالی شدید داشتم، اون روز صبح نیرو کم بود، من توی بخش اومدم کارامو انجام دادم، دیدم نه خیلی حالم بده، رفتم تست انجام دادم و سی تی اسکن انجام دادم و گفتن که درگیری ریه دارم و باید بستری بشم. وقتی که اون روز من مجبور شدم که همون ساعت 9 صبح به من اعلام کردم باید بستری بشم، ولی به خاطر کار زیادی که داشتیم و اینکه بخش نیرو نداشت، من خودم تا ساعت 3 بعد از ظهر تو بخش کارهای بخش رو انجام دادم، بعدش برای کار بستری خودم اقدام کردم. مشکلم اینجا بودش که من از وقتی متوجه شدم که درگیرم، نگران زیاد برای خانواده‌ام، برای بچه‌هام داشتم که این چند روزی باشون خیلی در ارتباط بودم. از یه طرف حال پدر و مادرم درگیر بودن، همسرم روز قبلش رفته بود ماموریت شهرستان و کسی نبود که از بچه ها مراقبت کنه. استرس خیلی داشت ما رو اذیت میکرد و اینکه میترسیدم اگه اینو بچه ها رو بفرستم پیش کسی ناقل باشن، بچه ها باعث بشن کسی دیگه بیمار بشن. استرس خیلی زیادی بهمون وارد شد تا بتونم هماهنگ کنم. با ترس زیاد بچه ها رو فرستادم خونه اقوام. با این حال چند روز مجبور شدم بستریشم، همسرم مجبور شد از ماموریتش سریع‌تر برگرده. این مشکلات یه خاطره خیلی بدی برام ایجاد شد، چون به خاطر اینکه هم استرس زیادی به خودم وارد شد، هم به خانواده‌ام، هم به بچه‌هام نگران بودن، مدام زنگ می‌زدن، گریه می‌کردن و می‌ترسیدن، چون خاطره بدی داشتن از این. مثلا شنیده بودم بالاخره ما تو خونه بعضی موقع خاطرات رو تعریف میکنیم، مریض و بدحال میشن، فوت میشن. پسر من از اون روز هر وقت که من میخوام از خونه بیام بیرون یا ماسک بزنم، همش نگرانه، همش از من میپرسه که مامان میدی که دیگه چند روز نیای، مامان مریض شدی چرا ماسک میزنی. خیلی نگرانن بچه ها. یکی از تخته خاطرهایی که من دارم تقریبا مربوط به 2 هفته پیش میشه که یه خانم یا بستری کردن، تقریبا مسن بودن. بعد 3 روز بعد بستریشون هم همسرشون به علت بیماری کرونا کنارشون خوابیدن، یعنی بعد چون زوج بودن گفتن کنار هم بخوابن. تقریبا 1 هفته بعد این خانم ساعت 12 ما که اعلام کردن که ترخیصه، کار ترخیصشون رو ما انجام دادیم، ولی متاسفانه ساعت 4-5 بود به ما اعلام کردن که بیمار بدحال شده، ترخیصش لغو شد به علت خونریزی داخلی که داشتن. بیمار عرض قلبی میکنه و متاسفانه همسر این آقا اکسپایر میشه، فوت میشه. و ما فقط کاری کردیم که بیمار، همسر بیمار متوجه نشه که ایشون فوت شده. تقریبا ایشونی که به سرخونه منتقل داریم فقط پرگشن گفتم خانومم کجا رفته، و ما به خاطر اینکه بیمار علاقه روحی ضعیف نشه و علائم بیمارش بدتر نشه، متاسفانه مجبور شدیم بهشون بگیم که ایشون رو منتقل کردن به بخش ویژه. ولی فکر کنم تقریبا دو روز بعد بود که این آقا متوجه شدن. ولی زاده والی زاده میخوای رد چی رد شو، ایراد نداره. آره عدوه باب بگم. آره آها ولی متاسفانه 2 روز بعد همسر این آقا خانم متوجه شدن که خانمشون فوت شدن و بیمار واقعا علائم بیمارشون بدتر شدن و متاسفانه مجبور شدیم ایشون هم به بخش آی سی منتقل کنیم.
تقریبا یه هفته بعد ما متوجه شدیم که این آقا هم فوت شدن و فکر کنید توی خانواده یه پدر و مادر در عرض یک هفته هم پدر هم مادرشون رو از دست بدن. این فکر میکنم یکی از تخت‌ترین خاطراتی بود که داشتن. واقعا سخت بود، آماده باش کامل بود و کارد درمان حتی یک ساعت هم وقت نداشتن، وقت نهار خوردن هم نداشتن که اینقدر بخش و بیمارستان شلوغ بود. بعد هم خدمت شما از کنم که همون موقع بود که سخت چیز بود، قرنطینه شد و آماده باش بود و من پدر خانم هم از دست دادم. حتی نه هفتمش تونستم برم نه چهلومش، من مونده بودم چون آماده باش کامل بود به خاطر اون بود. واقعا خیلی سخته، خیلی کارد درمان زحمت میکشن، واقعا سخته. تو این لباس، تو این کلا، تو این وسط خیلی سخته. در پرستاری همه روزا سخته، مخصوصا در دوران کرونا. روزا آسونی نداشتیم تا الان. خیلی موارد هست ولی اصلا نمیتونم بگم، اصلا نمیتونم. در آرسی و اورژانس یک دختر 26 ساله داشتیم که دانشجوی هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف بود، یعنی میتونم بگم یکی از نخبه ها بود. تازه نامزد کرده بود و خودش و پدرش که یه مقدار زیادی هم مشکل کلیوی داشت، پدرش با هم در یک سالن بودن، چون که آی سی اوی اورژانس یه سالن بزرگه که همه مریضا کنار هم هستن، همه همو میبینن. به فاصله چند تا تخت این دختر خانوم و پدرش با هم بستری بودن و یه روز که پدرش رو برای دیالیز فرستاده بودیم بخش دیالیز به واحد دیالیز، متاسفانه پدرش که خیلی بدحال بود در واحد دیالیز کد خوردن و احیا شدن، سی پی آر شدن و فوت کردن. اون ناراحتی من در درجه اول از این بود، قصه دارترین روز من از این بود که من پرستار اون دختر بودم و مرتب از من میپرسید که چرا پدرم نیومد، مرتب میپرسید که چرا پدر منو بردن دیالیز نیومد. من نمیدونستم واقعا چه جوابی باید بهش بدم. بعد آخر سر با همفکری که با همکارامون کردیم به این نتیجه رسیدیم که بگیم چون مشکل کلیوی زیادی داشت مجبور شدیم بفرستیمش یه بیمارستان دیگه ای که اونجا از نظر کلیوی بیشتر بهش میرسن. بعد و ایشون گفت که خیلی خوب باشه، قبول کرد، حرف ما رو قبول کرد. و خیلی برام ناراحت کننده بود وقتی مادرش می اومد، روز تشییع جنازه همسرش بود ولی اومده بود سوپ درست کرده بود برای اینکه همه چی رو طبیعی جلوه بده بالا سر دخترش و سوپ رو آورده بود و خودش رو کنترل میکرد و میگفت حال بابات خوبه، نگران نباش، من بالا سرشم، تو فقط خوب شو، من الان دیگه فقط تو رو دارم. و ما هممون عشق میریختیم واقعا. بعد مادر میرفت خاک سپاری، دوباره برمیگشت. بعد از اینکه یه روز دو روز گذشت، متاسفانه این دختر خانم 26 ساله هم بدحال شد و در حینی که حالش خیلی بد بود و نفس نمیتونست بکشه فقط میگفت چرا من پدرمو ندیدم، یه کاری کنی من پدرمو ببینم. و این بدترین لحظه این 10 ماه گذشته ای بود که من توی بخش کرونا داشتم و بدترین لحظه ها رو که میتونم بگم همش مجبور بودیم که خبرهای دروغ مسرت انگیز به این دختر خانم بدیم بابت حال خوب پدرش و در نهایت هم دختر خانم هم فوت کردم و این خیلی برای من سخت بود.
خواهش خواهش. واقعا سخت. من باورت میشم با بزرگم هم مادر خانومم در عرض 2 هفته فوت کردم. خب بعد حالا خودم بیمارستان کار میکردم، بعد از اون طرف خانومم کرونا گرفته، بابام کرونا گرفته بود، خودم هم بیمارستان، همه اینا در عرض 1 ماه بود. خب خیلی حال بدی داشتم دیگه. خودم چون بیمارستان کار میکردم یه ذره اصلا شاید عذاب وجدان داشتم، گفتم شاید مثلا پدر بزرگم یا مادر خانومم، شاید مثلا من ناقل این بیماری بودم براشون، چون مادر خانومم که سرطان داشت، پدر بزرگم همونجوری، گفتم نکنه من ناقل این بیماری. یه عذاب وجدان شدید، از یه طرف کار اینجا من نمیتونستم ول کنم برم، از یه طرف هم خانومم مبتلا شده بود، پدرم مادرم دیگه، زمان فوت جفتشون من بالا سرشون بودم، خیلی سخت بود، نمیتونستم اینجا رو رها کنم، نه اونا رو، نمیتونستم به دیدن اونا برم، خیلی کم میرفتم، ولی شاید همون دیداره که رفته بودم با خودم میگم شاید همونجا، نمیدونم. حالا روزای سخت رو اینجا داشتیم. ما از اول اسفند، اولین روزی که اومدیم، وقتی صبح وارد شدیم دیدیم هممون باید لباسای کرونایی بپوشیم، اصلا نمیدونستیم چه خبره، همه هاج و واج داشتیم همو نگاه میکردیم. ولی تو این دوران سخت‌ترین روزش اردیبهشت ماه بود واسه من، که پدر من سرطان مثانه داره، باید شیمی درمانی میشد و هیچ کس از خونه ما نمیتونست بره پیشش، من باید میرفتم، ولی نمیتونستم برم پدرم ببینم. وقتی که عمل کرد بیمارستان عرفانی هایش، اگه من میرفتم من خود کرونا بودم که براش خیلی خطرناک بودم. اون تایم من 7 ماه قبلش خودم کرونا گرفته بودم، درگیری ریه داشتم، نمیتونستم سر عملش برم، نه سر دوره‌های شیمی درمانیش، و این خیلی واسم خیلی سخت بود که نمیتونستم توجیهشون کنم، سعی میکردم منو درک کنن، ولی خب میدونستم که الان پدر من خیلی به من نیاز داره. بعد اون با تایم واقعا واسه من سخت بود که هر تایم یعنی هر زمان میخواستم که بیمارستان رو رها کنم و دیگه نیام سر کار. از یک طرفی هم میگفتم که تمام پرستار و اکثرشون دارن استعفا میدن، بیماران کرونایی چی میشه؟ یک کسایی هم باید به این بیماران رسیدگی کنه. شاید پدر من یه جور تایم دیگه یه جور دیگه مریضی داره، ولی خب این همه بیمارانی هستن که هم سن و سال پدر من هم نیاز دارن به پرستاری. شیفتای من میمون اونجا، همکارانم خب خیلی تو سختی بودن، تو فشار بودن، شیفتاشون سخت بود، ولی خب برای من و خانوادم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، و نتونستم هنوزم نتونستم پیش پدرم برم، یعنی خیلی از دور میبینمش، واقعا میترسم. از اون تایم به بعد واقعا من دارم سختی میکشم، ولی خب واقعا هم دلم نمیاد، هر روز دعا میکنم که این بیماری تموم شه، ولی دلم نمیاد که بیمارستان رو رها کنم و استعفا بدم. و از طرف دیگه هم که تو همین تایم برادرزاده من به دنیا اومد، که این خیلی برای من زیبا بود، ولی بازم برادرزادم رو نتونستم ببینم. تمام خاطراتمون اینجا خاطرات خیلی سخت، خیلی زیاد داریم، خیلی، یعنی یکی دوتا نیستش، هر روز داریم میبینیم. انشالله که با این کرونا میجنگیم و موفق میشیم. من یه بچه شیرخوار دارم، 19 ماه هست تو مهد کودک. من و امثال من خیلی زیاده تو این بیمارستان، مجبور میشم میارم بچه‌مو مهد کودک، هر روز استرس اینو دارم، هر روز بچه‌مو بغل میکنم میگم خدایا نکنه ناقل باشم. خودم یه 4-5 ماه پیش گرفتم، شیر دادنم و قطع کردم تو اون 2 هفته‌ای که تو خونه قرنطینه بودم. تنها خاطره بعدم، تنها سختی، روزای سختم خیلی زیاد بود تو این کرونا، ولی همچنان دارم عذاب میکشم، بچه‌مو بغل میکنم. بچه‌مو من از 18 ماهگی شیرشو قطع کردم، شیر دیگه ندادم بهش، همچنان تو مهد هست. انشالله که
این کرونا می جنگیم و همچنان خودمون ادامه میدیم به فعالیتمون. انشالله یه روزی موفق میشیم که همچنان هستیم.